حالا که هوا داره گرم‌تر میشه، یه سوال ذهن همه رو درگیر کرده. اونم اینه که برای سفر کیش بهتر یا قشم؟ دو جزیره‌ای که موقع سفر همه براشون سر و دست میشونن. پس با من همراه باشید تا این دو تا لوکیشن بهشتی رو با هم دیگه مقایسه کنیم. کیش یا قشم، جزیرهایی که هر کدومشون ویژگی‌های خاص خودشون رو دارن و نمیشه گفت کدوم بهتره چون بستگی به سلیقه داره. ولی اگه بخوایم از خوبی‌هاشون بگیم، قشم عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس شناخته میشه، ولی فقط یه بخشش رو بافت شهری تشکیل داده و بیشتر اون روستاها و جاذبه‌های طبیعیه. اما کیش وسعت کمتری داره و بخش زیادش رو بافت شهری تشکیل داده. کیش از نظر امکانات و مدرن بودن یه مقصد لاکچری به شمار میره که همه جاش میتونید مراکز خرید و تفریح، هتل‌های لوکس و ماشین‌های گران قیمت ببینید. اما قشم فضای سنتی تری داره و با اینکه مراکز خرید و هتل‌های مختلفی توشه، حس و حال جنوب کشور رو بیشتر میشه توش احساس کرد. جزیره کیش به خاطر امکانات زیادش، زیاد بودن کافه و رستورانش و همچنین یه سری فستیوالایی که توی این جزیره انجام میشه شلوغ‌تره، ولی سواحل قشم بسیار بهتر و خلوت‌تر از کیشه و امکانات ساحلی مثل کلوب‌ها، پارک‌ها، کافه و رستوران‌های ساحلی وجود داره. جالبه بدونید هر دو جزیره مجهز به تفریحات آبی خفنن، ولی خب از لحاظ هزینه بخوایم حساب کنیم قشم به صرفه تره. از لحاظ طبیعی و تاریخی هم قشم از کیش جلوتره و اگه هوس ماجراجویی کردی قشم خوراکته و بخشای زیادش جاذبه‌های زمین‌شناسی شگفت‌انگیزه. ولی دلیل بر این نمیشه که کیش جای تاریخی نداره، برعکس جای تاریخی کیش هم بسیار جذاب و دیدنیه، ولی از لحاظ وسعت خیلی کمتر از قشمه. اگه بخوایم از لحاظ هزینه سفر هم مقایسه کرد، نمیشه با قطعیت گفت کدوم بهتره، ولی به خاطر اینکه قشم و کیش از جمله جزیره‌های مناطق آزاده هم بسیار مناسبتر از شهرهای دیگن از جمله از لحاظ خرید. پس اگه دنبال مرکز خرید لوکس میگردی کیش، و اگه دنبال سوغاتی هستی قشم بهتری مقصده. از جاهای دیدنی و معروف کیش میشه به کشتی یونانی اشاره کرد، کشتی که 57 سال پیش به گل نشست. این کشتی در اصل انگلیسیه، ولی چون مالکش یونانی بود به کشتی یونانی معروف شد. یکی دیگه از جاهای دیدنی کیش آکواریوم کیشه که سالانه گردشگرای زیادی از سراسر کشور برای بازدید از این آکواریوم زیبا میرن. و لوکیشن بعدی شهر باستانی حریره، شهر باستانی تو دل مدرن‌ترین جزیره ایران. این شهر باستانی قدمتش برمیگرده به دوران ساسانی و اون زمان بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنید آباد بود. اگر هم بخوایم از جاهای دیدنی قشم بگیم، اولین و جزء معروف‌ترین جاهای قشم جزیره نازه که تو سازمان جهانی یونسکو به عنوان ژئوپارک ثبت شده و این جزایر تو دل آب‌های خلیج فارسه. لوکیشن بعدی تنگه چاکوه که با جرئت میتونم بگم زیباترین تنگه ایرانه. اگرم قصد سفر به این تنگه رو دارید، حتما توی فصلهای خنک برید که خیلی میچسبه. و آخرین لوکیشن جنگل رویایی هراسه که بهش مانگرو هم میگن. بزرگترین جنگل درخت هرات تو کل جهانه و حتی توی یونسکو هم به ثبت رسیده و کلی حیوانای کمیاب دارن اونجا زندگی میکنن. از این جنگل هم به شدت داره محافظت میشه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراهیمون کردید و امیدوارم که لذت برده باشید. و اگه دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، چنلمون رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش هم بزنید که هر وقت ویدیو گذاشیم اولین کسی که مطلع بشه شما باشید.